عمرن من اصلا تصورش رو بکنم که بکنم پامو جای پای یکی مثل علی بندری بذارم. هی اون بر هی پادکسترهای دیگر انگلیسی رو گوش میدادم، من گفتم چقدر دلم میخواد این کار بکنم. آن تا کلام دقیقا بچه دوم من، بنام بچه پرهزینه ایه. سر چیزا هست خیلی کوچیکن، ولی چه تاثیر بزرگی تاثیر میذارن و گنده اصلا آدما میزنه. نمیبینن اینا رو. گفتم خب ببرش تو پادکست، این مال پادکسته. برای همه بگو دیگه. یه بار دیگه ضبط کردم و اون نسخه‌ای که الان دارین گوش میدین دفعه دومه که من رو ضبط دوم. کردم. و اصلا هم فکر نکنین اگه بگیم بین 1 تا 10 چقدر باش خوشحالی، 4. اگه اپیزود اول عین اپیزود آخر باشه یعنی من هیچ پیشرفتی نکردم. برای اینکه دیسیپلین داشته باشین همیشه باید اون کار رو با یه پلژر هوب کنین، ولی تو خدا دعوا نکنین. در رو نداریم. سلام سلام، من آمادم، خیلی هیجان زدم. بچه ها پس از عرض سلام و خسته نباشید، این اولین ویدیوی لام تا کلامی با شما و تصمیم گرفتیم که من اول با بچه های خوب تیمم شروع بکنم، با کسایی که خیلی قبل از اینی که مثل مژگان جون که خیلی قبل از اینی که تو تیم من باشه لام تا کلامی بوده. برو شروع کن، معرفی کن خودتو عزیزم. سلام، منو سلام میکنم، من مژگان هستم، دقیقا به فروردین 403 2 ساله که من لامتا کلامیم، یعنی رفتم چک کردم با سند دیدم که فروردین 401 اولین اپیزود لامتا کلامو گوش کردم. کدوم اپیزود بود؟ الان بهت میگم، من اون موقع یادم که تو زندگیم بود به عنوان دوست که خب دیگه نیست، برام اپیزود چیزو فرستاد. بذار بهت بگم، اونی که میگی همه آدما همونیان که هستن، سورپرایز میشینه ها، تو همونی الان که بهت میگم. هستی بذار بهت بگم همه رو اسمشو. گذاشته جلوش، این من عقب موندم از ماجرا و آمادگی روانی کمی دارم. آره همونه که تو همونی هستی که نشون میدی. بعد همون گوش هست. کردم و اینطور بودم که چی جالب، چه چیز عجیبی آدم تو پادکست راجبش صحبت بکنه، ولی در این حال هم چقدر مثل اینجوریه که هی میبینی سر کار تو زندگی این ور اون ور که مثلا آدمه اومده اولش یه جوره، بعد ما هی اینجوری که حالا درست میشه، حالا اینجاش اونطوری میشه، حالا مثلا آن تایم میشه. و خب جالب من بود برام که از قصه شروع کردی، یعنی داشتی واقعا میگفتی که تو میتینگ بودم یکی زنگ زد و بعد راجب اون آدم حرف بزدی، اصلا یادمه ها نرف دوباره گوشش شدم. آره، میخواستم نم... یا الان میخواستم آره بپرسم مثال و یادته یا نه. یادم. بعد از اون همون اپیزود چیز گوش کردم، مسافر قطار گوش کردم، خلاصه اینجوری که جالب نمیدونم این آدم چه شکلیه. دیگه سرچت کردم تو اینستاگرام تو، بعد یادم یه ویدیو چهارشنبه سوری داشتی گذاشته بودی، بعد یه عده گفته بودن که تو که مثلا پادکستری چرا داری از رو آتیش میپری و مثلا ویدیو هپی گذاشتی، بعد تو جواب اونا رو داده بودی. کامنت ها خوندم چه جالب، دیدم اصلا که یادم چه نیست. جالب و مثلا چه قشنگ جواب داده که خب نه، من به عنوان یه انسان میتونم چهارشنبه سوری داشته باشم، اینم عکسش فیلمش. و همون یادم همون روز که من این دوتا اپیزود گوش کردم و اومدم تو اینستاگرام دیگه اولین دیسکاوری کانالم بوک کردم، اصلا خیلی مثلا در دو چند چقدر ساعت سریع، چقدر در سریع. دو چند بگو ساعت دیسکاوری کال چیه؟ آره رفتم توی بذار بگم، توی اینستاگرام ویدیو چهارشنبه سوری دیدم، یه ویدیو هم دیدم با همسرت با عدم که داریم با هم حرف میزنین و معرفیش میکنی، و بعد دیدم دیتینگ اپ بود و گفتم بعدن چی میگه حرف حسابش، چی جالبه، چه باحال. عزیزم بعد دیسکاوری کانال رو بوک کردم برای به صحت تاریخش هم دارم. جلسه دیگه جلسه هام که با تو شروع شد 16 اپریل، یعنی تا آخر فروردین من دیسکاوری کال تموم و جلسه. حالا دیسکاوری کال چی؟ میریم تو اینستاگرام سلماز خانم یا تو وبسایتش میبینیم که زده که دیسکاوری کال بکنیم، یعنی چیه رایگان فلان بیسا، یعنی چی؟ خلاصه که میتونیم 20 دقیقه با تو حرف بزنیم، هزینه هم تو دریافت نمی کنی بابت این جلسه، که فقط ببینی که اصلا ما با هم دیگه میخوریم یا نه، آره من نیازم دقیقا. چیه، آیا تو میتونی اون نیاز رو به من کمک کنی پیدا کنم سیرابش کنم، یا مثلا چون من دوستایی داشتم که با تو دیسکاوری کار داشتن، تو گفتی که الان مثلا کارت با من نیست، مثلا برو روانکاو بعد بیا پیش من دقیقا. که و لایف در واقع من یه کوچم. سری سوالای اینتیک میپرسم دقیقا بهشون، تو روانشناسی هم میگن اینتیک کوشن، میپرسم بعد توضیح میدم من چیکار میکنم.
بچه من همیشه میگم دیگه، دقیقا همینی که تو میگی، میگم کسایی که میان سراغ من با من کار کنن در سه گروه هن. یا بورد آف ماسه، یعنی اونایی که مثلا تو یکی با یکی تو اومدی با من کار کردی، بعد آدمای دور و بر تغییر تو دیدن گفتن تو داری چیکار میکنی، گفتی برای من کوچ کرد، یا اینستاگرام یا پادکست. هر دقیقا ستای این گروه یه پیش زمینه ای از من دارن، ولی من اصلا اون آدما رو نمیشناسم. خب و نمیشه اینجوری هم نیست که درسته مثلا بگم خب بیا شروع کنیم من کمکت کنم. همیشه بر همین میگم بیا یه دفعه با هم صحبت کنیم، من ببینم مثلا تو چقدر دلت میخواد، چقدر انگیزه و دقیقا چه کجاها واقعا من میتونم کمک کنم، من که قرار نیستم بتونم. به نظرم آره بهترین حسن اون 20 دقیقه اینه که تو ما رو یه شناختی کلی حالا پیدا میکنی، و شما خوبی که میبینین که ویدیوه اصلا من خیلی اعصابشو دوست دارین. دارم که آره ببینم با تو چه ارتباطی میزنم، قشنگ یادم اولین تماس با تو. و عزیزم دیگه آره از 27 فروردین که میشه همون چه تاریخی گفتم اپریل، آره 16 اپریل شروع کردم آه در واقع تموم دیگه شد. کلاینت تو شدم، دقیقا 2 ساله الان اصلا ما رو هم آره نمیشه. من یادم میاد که یه جلسه یه حوزه خیلی سختی با روتو داشتم کار میکردم که حاضر نمیشه دیدم به طلبه دی که نمیتونم بگم چی بود آف کورس، حتی حیات بودم و من گفتم این جمله رو تکرار کن، بنفش میشدی یا بنام میمدی بالا میگفتم این جمله رو تکرار. تا آخر جلسه 12 بار نوشتم تو نوتام، 12 بار مجبورش کردم این جمله رو بلند تکرار کنم و بالاخره بادی لنگویجش برگشت به این که بالاخره بپذیرش رو. بادادی. قشنگ یادم تو حیو همون تاریخ آقا ما و سه ساعت خلاصه اختلاف ساعتی اینجوری داریم. آره دوباره یه دوره دیگه هم باهات اومدم، مثلا چند ماه گذشت دیدم ای اون 3 ماه چه خوب بود، یه دوره دیگه باهات اومدم و داره کم کم میشه 1 سال که عضو تیمت شدم و خلاص یه کارایی میکنیم با هم دیگه. خیلی خیلی خوشحالم که کارها داریم میدونی، با هم میکنیم، آره خیلی یعنی کارها با خیلی هم میکنیم. به این بخش زندگی افتخار میکنم که تو منم مسیری که برام همینجور قشنگ بوده با یه آدمی که خیلی ارزشش رو دوست دارم و شخصیتش و همه چی کاری که میکنه رو دوست دارم و قبول دارم کمک میکنم. و ببین آره ماشمان دوباره یه چیز دادم بهم. جالبی که ای جیگر تو من از تو ممنونم، بازت تشکر کنم، تعارف کنیم. یه چیز جالبی که من فهمیدم و به خصوص با کار کردن با تو دیگه مطمئن 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 شدم اینه که بچه های تیم من، یعنی آدمایی که با من میخوان میتونن کار کنم و من میتونم باشون کار کنم، واقعا با ارزش های همدیگه توی یه راست باشه، همین که الان تو همسو گفتی. باشه. و اینی که خیلی خیلی وقتا سخته که من بشینم ارزش ها رو توضیح بدم، و همینه که الان تقریبا بیشتر بچه های تیم من کسایی که قبلا کانت من بودن، و درسته همین به یه جایی به یه خطی رسیدیم، با هم یه فصل مشترکی داریم و منم درک دقیقا بهتری از شما دقیقا دارم، دقیقا منم خیلی درک مشترکی دارم. چه قشنگ گفتی، آره با هم فصل مشترک داریم. آره آره یه چیزایی رو با هم ساختیم و اومدیم جلو. حالا میخوام که تو شروع کنی. قصد و غرضمون از این ویدیو چیه؟ اینه که من همیشه میام تو پادکست میرم رو منبر به قول یکی از بچه های تیمم هرچی دلم بخواد میگم. حالا نوبت شما ما هست که میخوایم از من سوال سوال پیچت کنیم بپرسید اون ببینیم. چیزهایی که شما دوست داریم من بگم. برو که دقیقا رفتی بعد آره منم آمادم، دوست دارم اینجوری این بگم که سوالا اصلا بچه ها آره این سوالا رو مشکان خودش ترک کرده، سوالا صندلی رو داغه، نمیدونیم خلاصه چیه، ببینیم که صندلی حالا داغه. آره هر کیم حالا اون سوالی که خودش برش جالبه قاعدتا میپرسه دیگه. آره و دقیقا منم خلاصه که داشتم این قصه رو مرور میکردم که با تو از کجا شروع کردم و چی شده و چطور شد و اینکه اصلا چی برای من جالب بود تو لانتا کردم که بیام تو رو اسم تو سرچ کنم ببینم کی هستی، اصلا که برام اصلا جالب بود ببینم که چی شد اصلا این از کجا آوردی تو این ایده رو که بیام پادکست بدم، اصلا بعد راجبی چی حرف بدم، اصلا چی شد که فکر کردی با این کارو بکنی، یعنی چرا سوال از کجا عمیق و شروع شد اصلا برای تو قدیمیه. اون لحظه ای که یهو پا شدی گفتی من میخوام کار کنم یه یادته؟ لحظه نبود ولی جالب سوال خیلی. چی شد؟ ببین این حرفی از کجا اومد؟ از اینجا که ما یه گروه دبیرستان داریم تو واتساپ و من خیلی وقتا که میمدم راجع به چیزی مثلا با هم حرف بزنیم، من میدم چقدر من هی وایس طولانی دارم میدم، زفت میکردم ولی نمیفرستادم، که گفتم خب چرا اینا باید انقدر دیتیل بدونن، چه کمکی بهشون میکنه، اینا که من نخواستم من براشون چیزی بگم. من برم داشتم یا مثلا میرفتم بیرون ویدیو میگرفتم براشون، هر کی یه جای دنیاست، بیشتری ها ایران، بعد میگفتم که این کاری نیست که من اینجا باید بکنم، اینا اصلا اصلا خب اینا اصلا چیزا ارزشاشون نیست، اینا مخاطبین من نیست، اینا همجا ته ذهن من بود. خب بعد
خب پادکست اولی که من تو زندگیم به زبان فارسی شنیدم و گوش دادم علی بندری، کندی و بعد بی پلاس. بعد اینا رو گوش میدم گفتم اصلا عمرن من اصلا تصورشو بکنم که بکنم پامو جای پای یکی مثل علی بندری بکنم. این ماجرا مال 2018 است تو ذهنم، او تو مای ببین. گاد. بعد هی این ور هی اون ور هی پادکسترهای دیگر انگلیسی رو گوش میدادم، هی گفتم چقدر دلم میخواد این کار بکنم. بعد ببین لیمیتینگ بیلیفز ها یکی پس از دیگری یکی پس از دیگری، مثلا گفتم مثلا من ابزار ندارم. بعد یه روز با همسرم صحبت کردم، گفت خب برو یه ماکروفون بگیر، چه کار سختی. ماکروفون گرفتم، بعد یه جایی هم تو یکی از پادکست هاش علی بندری گفت تو رو خدا بچه ها پادکستر ایرانی کم داریم، پادکست بسازید، هر چی دلتون میخواد بگید، مهمی نیست که چی میگید ولی بیان کنید، بسازه. بساز. این رفت ته ذهنم. خب اینجا رو به علی که توی کلاب هاست دفعه ازش تشکر کردم، بهش گفتم علی مرسی، تو باعث شدی که من شروع شروع کنم. کنم. خلاصه لانگ استوری شد، یادم یه روز کف آفیسم نشستم کاغذها رو گذاشتم، گفتم اگه من بخوام راجع به یه چیز صحبت کنم چی خواهد بود، دیدم شیش نیاز اولیه انسانی تونی رابینز، اینکه اون کلید تمام چیزای زندگیه. بلنگو رو ماکروفون رو گذاشتم رو زمین، قشنگ یادم. بعد هی از این کاغذ میفهم که صدای کاغذ میمد، صدای فلان میمد، یه سری ضبط کردم و فرستادم برای یکی دوستان، گوش داد، گفت با توماس من فکر کنم بعد کاغذ رو فکر بکنی، بچه‌ام فاصلت از ماکروفون ثابت نگه داری، چه کاری تو داری میکنی؟ گفتم اوکی. یه بار دیگه ضبط کردم و اون نسخه که الان دارین گوش میدین دفعه دومه که من ضبط کردم. و اصلا هم فکر نکنین اگه بگیم بین یک تا ده چقدر باش خوشحالی، چهار. ولی برش نداشتم، چندین بارم به ذهنم رسید بهت بگم باشه میخوام یکی دیگه ضبط کنم تو ادیت کن بذار، و گفتم نه این منم و این جایی که جوونه شروع لام تا کردم. کلامه. آره بیجم بعد دیگه آره اسمشو در آوردیم، اسمشو با کازینم نشستیم یه روز برین استورم کردیم اسمشو در آره آوردیم. میخوام بدونم چی جوری در آوردی، یعنی سلام تو من کام گفتم شد ولی یه چیزی میخوام بگم، من بازم میشه که رایم داشته باشه، یعنی یه وزنی داشته باشه. خب ولی نمیخواستم یه چیز باشه لام تا کام که نبود که، ولی میخواستم بگم از یه جا شروع میشه و تبدیل به یه چیز دیگه میشه. مثلا هی میخواستم بگم از حرف تا سخن، داشتیم به این فکر میکنم که از حرف تا سخن، من روز اتفاقا رفتم گشتم اون کاغذ برین استورمینگ رو پیدا کردم، از حرف تا کلام. بعد یه دفعه کازینم گفت خب بکنش لام تا کلام، و دفعه چه خوب رایم داره، قشنگ میگه لام تا. در میاد. آره بعد دیگه اون چیزه رو داشتم، لوگو رو داشتم که لوگو رو دادم به یکی دوستای خوبم، گفتم اینو سه رنگ اصلی بزن برام. و یه چیزی که مشکان من واقعا دلم میخواد راجبش بگم اینه که اصل ماجرای لام تا کلام اینه که من اصلا توش دنبال کمالگرایی نرفتم، برای همین خیلی هم ایراد دارم براش. و یادمه که وقتی شروع کردم یه روز همسرم من گفت اینجا شاید اینجوری کنی، من که نمیفهمم ولی به نظر میشه اینجا. گفتم ببین اگه اپیزود اول این اپیزود آخر باشه یعنی من هیچ پیشرفتی نکردم، من فقط خودم باید بندازم تو حوزه. بعد دیگه این استقبالی که آدما کردن میدونی، و از کجا اینه شروع که شد؟ مثلا از همون اپیزود یک گرفت یا چی؟ اصلا یادم نیست الان که تیبل این تاکس رو داریم میریم، پادکست انگلیسی رو داریم میریم، دارم بیشتر انگار بچه دومی هست حواسم بیشتره، بچه ترک اولی ها میکنی که حواسم کی نبود. داره مثلا میترکه. آره ولی من یادم میاد از روابط سمی یک دفعه خیلی پخش شد، همه فرستادن نشخوار فکری دیگه اصلا، و چرا فکر کن دوباره سورپرایز شدم اون که فکر کنم اصلا پر تا شنیده شه. چی میگم پر شنونده ترین اپیزوده که چرا آره دوباره به سپرایز نسبت شدن، خیلی تو دوباره او چقدر واقعا خیلی کاربرد داره. آره. و همش داریم میشیم هی همه با هم مثلا تو حالا کانتام کی با هم داری میاد این بگو. مثلا میگه که از کجا ترکید و مثلا کدوم ها خیلی گل کرد، برام جالب بود بدونم که از کجا میاری ایده ها رو. مثلا همینجوری چه میدونم داری آشپزی میکنی و میگی برم راجع به نشخوار فکری حرف بزنم، یا چی، یا رفرنس داری، اصلا چیکار میکنی، از کجا آره الان میاریش؟ چند گروه هم، اولا اینجوری بود، اولا نگاه میکردم میگفتم که چی الگوی تکرار شونده تو جلسات کوچینگمه، چیه که وقتی تو جلسات کوچینگ حرف میزنم میگم وای کاش اینا همه بشنوم، آره حتما نباید بیام با من کوچینگ بگیرم، مثل نوشخال، مثل اون چه سورپرایز شدی، یعنی واقعا مامو میکندم اولا توی جلساتم که بابا چرا اینقدر سورپرایز میشه. دوباره بعد چرا؟ به همه، بعد برای همه کانتنت قصه رو تعریف میکردم، بعد یه جا گفتم خب ببرش تو پادکست، این مال پادکسته برای همه بگو دیگه، خودت راحت برای کن. همه. بعد یه کار دیگه الان خب خیلی بعد از اینکه رفتم دانشگاه
اصلا مدل اپیزود درست کردنم، خب اگه دقت کنین یه جاهایی واقعا یه مطالبی که واقعا خیلی علمیه، مثلا یعنی واقعا تاپیک تاپیک فوق العاده علمیه و روانشناختیه، براش ریسرچ خاص میکنم و میرم جلو. یه سریاش نه، یه سریاش همه مثل چرا دوباره سورپرایز میشی، درسته پشتش میرم میگم از نظر روانشناسی این میتونه علتش چی باشه، وابستگی باشه، نمیدونم هرچی، ولی اصل یه قصه خیلی تکرار شونده. و کار اصلی که من میکنم که برای خودم خیلی جواب میده، چون خیلی زود یادت میره، باورت نمیشه که ایده میاد تو ذهنت زیر یه دقیقه یادت میره، همون لحظه صدای خودم رو ضبط میکنم با همون حالت. چند وقت پیش یه دفعه صدای خودم برای یه موضوع ضبط کردم، تو داشتم اتفاقا داشتم یخچال رو مرتب کردم، اینو گذاشتم، بعدا انقدر از خودم عصبانی میشم که چرا تق و توق میکنی یه دقیقه، نمیشنوم چی میگی. و گفتم اینو بگو اینو بگو، بعد این مثال رو بزن، این مثال رو سامان یادت نره بگی. چه آره قشنگ این کار برای میکنی که خودم یادتمون پیغام رو بده. بگی. واقعا دمت گرم که این کار میکنی. خدایی موقع رانندگی این جگرت رو دم شما گم که نگاه گوش حالا میکنی، که چون داری خیلی مثلا هم اسمشون رو میگی من میگی از کجا میاریش، اصلا یه اپیزودی هست که بگی اینو خیلی میگن انگار سوگلیمه مثلا تو اپیزودم، برام جالب بود دادم ولی داری همچین چیزی میگی اپیزود رو خیلی دوست سوگلی. داشتم. ببین یکی که باورت بشه، الان یه پروژه‌ایه که تو هم میدونی، بعد به خاطرش برم دوباره پادکست اپیزودها رو گوش کنم، ولی یه چالش منه، من اصلا صدای خودم رو نمیتونم دوباره گوش کنم اینم جزء یا سوالم ویدیوهای بود که چند خودم رو بار گوش نمیتونم میدی؟ دوباره. نمیبینی چند گوش وقت پیشا یه نمیکنی؟ نفر، چرا هر چند وقت اولا خیلی گوش میدادم که ایرادای خودم می نوشتم و گفتم اینو برو روش کار کن، اینو برو روش کار، بعد دیدم اوه این سلف کریتیک، این انتقادگر درونم داره سوراخم میکنه، بی خیال شدم. بعد یاد باشه به تو هم میگفتم، به هر کسی گوش میدم گفتم به من بگین یه چیزی که فکر میکنین بهتر میتونم بکنم، شماها به من بگین، چون دیدم اونجوری آره حالم بهتره تا اینکه خودم رو داشتم میکشتم رسما. آره میدونم چی بعد میگی، قلیه قلیه میکنه آدم خودشو. آره دقیقا برای همینه که یه اپیزود که واقعا برای من همچنان یه بهترین اپیزوده از نظر اینکه آدم ها خیلی میتونن باش ارتباط بزنن، بعد از چرا دوباره سورپرایز شدم که خب با اون آدم باید برم بگم یه روز پیداش کنم توی شهر، اپیزود خودشیفته ها. برای اینکه ببین من همیشه تو جلسات چیز همون دیسکاوری کال آشنایی اول از آدم میپرسم که من با من از کجا آشنا شدی، خب بعد میپرسم آیا پادکست رو گوش میدی یا نه، و به بچه هایی که از طرف پادکست میان حتما یه تخفیف دارم براشون آره اعلام یا میکنم، من که تقریبا دیگه معتقدم که وقتی تو بر خودت انقدر ارزش قائلی که با گوشت نه با این عکس فیلم های خوشگل اینستاگرام داری چیزی یاد میگیری، تو نیاز داری که تشویق شی، واقعا باید نیاز داری تشویق شی. بعد ببین یه تعداد بزرگی آدم میگن که بالایی میگن از طریق این اپیزود خودشیفته خیلی به من کمک کرد، آره بعد من میبینم چقدر این آدما دور و برمون زیادن، یا شاید خودمون تریت رفتاری رو داریم و باعث میشیم که به بقیه آسیب برسیم، و همین که اون اپیزودو خیلی دوست دارم هم دارم، و بعدش هم نشخوار، بر همین که اپیزود بعدی رو راجع به نشخوار دو تا دادیم دیگه، یکی دیگه هم دوباره گذاشت. این ها سوگلیت سوگالی هم که میدم خیلی بیشتر به درد بیچاره ملت الان. میخوره. بعد مثلا یه اپیزود هست که اینجوری بشه که کاش نداده بودم، ولی این چی بود دادم. آها کاش نده بودن نیست، ولی یه چند تا اپیزودی که به آدم ها هدزاب میدم، اونم اپیزودهایی که تو دوران انقلاب مهسا دادم، چون خیلی همه ریلیتد به اون موضوع، بعد حتی یه اپیزودش صدام انقدر از شدت استراب و خشم و ناراحتی ناراحتی و غم گرفته که وقتی که یه آدمایی به من میگن سامان ما از اول شروع کردیم یا از آخر شروع کردیم، میگم خواهش کنم حواست باشه اون بازه اونجا یه رو ذره حواست باشه. لودد اپیزودا، حتی چند دفعه به ذهنم رسید که نکنه که باید برشون دارم که آدم ها رو آزار ندم، برای یعنی یه غم زیسته رو دوباره نه، بعد میگم نه اینم یه قسمت زندگی، یه من بخشی میتونم از یه تیکه مسیر از بوده. زندگیمو رو بردارم. آره به خودم هم خیلی افتخار میکنم که اون دوره پادکست متوقف نکرد، آره واقعا دمت گرم و تونستی یه چیزی بگی که محتوا مرتبط باشه و از اصلا دلت غیر بیاد و آره اصلا غیر مرتبط قربونت نمیشد حرف زدن حال آره من بعد، نمیشد واقعا نمیشد ولی اون یه مسیری. چیزیه که هر چند وقت بار تو اون کارنامه پادکست لامپا کلام که نگاه میکنم چیه چند چی میگن ایموشنم احساساتم متضاد دورش دیگه. آره آه ولی خدا that's life دیگه، زندگی همینه نه. دقیقا. حالا من بگو که مثلا به قول گفتن این برنامه چیه؟ این لام تا کلام قرار کجا بره؟ آیا براش ته داری؟ براش مثلا هدف 6 ماهه میریزی؟ 1 ساله چه میریزی؟ جالب داری میگی، چی کارش میخوای بکنی اصلا؟
ببین دام تا کلام دقیقا بچه دوم منه و من هدفم برای پسرم چه بزرگ شدی روش کنه. اصلا رشد کنه، تولدش رو بگیریم، جشن بگیریم وجودش و حضورش رو. من اصلا به این فکر نمی کنم که قرار تموم شه، بلکه مشکلات ما تموم شه، یه احتمال تا موقعی که من صدا دارم اونم هست اونم هست. و اصلا واقعا فکر نمی کنم قرار تموم شه. و پیدا بچه پرهزینه ایه در کل بی درآمد. آره بی ولی درآمد و پر خرج. آره خیلی وقتا به این فکر کردم که برای اینی که مثلا بیزینس کوچم همیشه میگه برای اینکه اینو بتونی مینتین کنی نگه داری بعد از توش درآمد داشته باشی، خب اصلا یه لینک بذار ملت دونیت کنن، دونیت بگم کنه. آره نه مثلا سپانسر بگی دیدی دیگه چقدر راجع به این آره ماجرا با ما آره فکر کردی، بعد میگم نه نه خاطر خوشی هم از اسپانسرشیپی نداشتی. بعد خلاصه به این فکر میکنم که باید بمونه و باشه. برای اینکه ببین لام تا کلام مشکان یه چیز جالبی برای من داره، دیدی تو دینه مثلا تو دینای مختلف آدم ها میرن به کلیسا به مسجد پول میدن، خمس زکات میدن برش به شکرانه دستاورت های زندگی، چیزایی که تو زندگی اون ساده دست آوردن. لام تا کلام به خاطر که من نمیتونم برای بچه های ایران هیچ کوچینگی داشته باشم و هیچ کاری نمیتونم با بخواد با پولی انجام بدم اونجا، انگاری که اون قسمت خمس زندگی زکات کاری من خمس زد. میگم نه که بخوام دمت بدم که گرم، بگم از ده ذهنم برم، ولی میگم خب اینم سهم من دیگه برای هموطنم، من که سهم من نمیتونم از برای اونا پول جامعه همه. بگیرم. آره آفرین. برای جامعه ایرانی من که نمیتونم پول بگیرم، پس بذار اون چیزی که میتونم و مجانی بدم مجانی بدم بره. و دیگه هست دیگه، مگه میشه اگه اون دمت تموم شه گرم. اگه اونو متوقف کنم قانونا معنیش اینه که دیگه پس منم اصلا زندگی کاری متوقف شد. حالا بچه و حالا که هست مثلا هست، حالا که هدف دینه که خب مثلا رشد کنه بزرگ بشه، فکر میکنی که الان که مثلا اپیزود 125 رو میبینی همین هفته، آیا رشد میبینی تو لام تا کلام؟ و آیا این رشد رو اینجوریه که مثلا فقط از رو آمار میگی، از رو کیفیت محتوا میگی، از کامنت هایی که میگیری میگی، یا کیفیت اصلا محتوا اینجوری رو که تو نه همین کامنت که ها میگم. 125 رو دادم رشد کردم؟ نه 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 سجدن شده من که نه اصلا دیگه من با فکر نمی کنم. ولی به نظر من کیفیت رو کامنت ها میگن و فیدبک آدم ها، میدونی فیدبک هر های کو خوب میگیری. آره فیدبک بعدم میگیرم گهگداری آدم هایی میان یه دفعه تیت تفر میکنن آدم، ولی خب تعدادش رو باید نگاه کنی دیگه، آره بعد تعدادش رو باعث خیلی نمیشه که کم. بخوای مثلا متوقف کنی، بگیم این هفته ندم کامنت مثلا اینقدر بد ابدا گرفتم. ابدا اون که نده، ولی مثلا به یه چیز چیزایی گیر میدن که ببین ما میدونیم که وقتی که اگه تو 25 نفر بیان به من بگن اینجا یه چیز سیاهیه، خب یه چیز سیاهیه دیگه، ولی یه نفر بیاد بگه من اینجا یه چیزی میبینم، من تو میپرسم مش تو میگی نه، میدونی به 3 نفر دیگه میگم میگن نه، و دیگه میفهمم خب اون نظر شخصیش بوده سایه هاش بوده دیگه سایه. ببین من اینو میفهمم که هر پادکست مثلا لام تا کلام برای همه اصلا مناسب نیست، من یه موقعی لحنم زیادی جدیه میدونم اصلا، خب هر کدوم یه خصیصه رفتاری داریم دیگه، داری یه behavior attitude یه چی بهش میگن یه رفتار شناسی خاص خودمون رو داریم، و مطلب اینجاست بکن. که من آدم رک و بعضی موقع خیلی تاف و سفت و استریت محکمی فورورد. هستم، ستریت فورواردی هستم، اصلا اینه که لایه زرورق بپیچم اصلا این تو وجود پاپیون بزن. من پافیون فقط مال همون کوچینگ استراتژی هاست نیستم این منم، آره و و اینجوری ممکنه به نیستش که خیلی روک خوششون باشه. نیاد. آره بعضی از آدم آره، و این نیستش که من روکم پس بی ادبم، من اتفاقا در من هیچ وقت توهین آره نمی کنم به کسی، هیچ وقت هیومیلیت نمی کنم، تحقیر نمی یا کنم کسی رو، برچسب ولی بزنیم، عمیقا آره عمیقا دروغ نمیگم، تظاهر نمی کنم، تعارف تعارف تخیلی هم نمی کنم. آره معتقدم اینا دروغی. آره قبول تعارف و دارم. شمشیر میزن. بعد خب ببین خیلی ها دوست ندارن اینا، دوست دارن میگن گوگولی پوگولی نمیدونم میگن چرا فلان. انقدر جدی میگی، چرا یهویی میگی، آره دیگه نمیدونم حالا چی آره کار دیگه مثلا کنیم. میگه آره همینه دیگه، چی کار کنیم. آره آره یکی از کامنت هایی که ببین اصلا نام تا کلام چرا تونسته سروایو کنه تا اینجا بیاد، به خاطر اینکه توی یه مدت زمان کوتاه هفته یه زمان کوتاهی رو میذاره، یه رو 20 دقیقه مکس، و راجع به یه موضوع صحبت، یعنی تداوم و استمرارش باعث شده که بتونه رشد کنه. درسته اینجوری نبوده که من امروز بگم امروز حالشو ندارم ولش کن، ببین تو با چه دقتی
هر دوشنبه شب به وقت 11 شب تورنتو تورنتو. EST اینو ریلیزش میکنه، یعنی سکیجوالش کردی برای موقع برنامه‌ریزی کردی ریلیز میشه. ما رو در دقیقه این یکی چیزایی که باز اسپرات به ما داد، هست لام تا کلام، آره میزبان لام تا کلام، تو آمارش داد، گفت به خاطرش اصلا تاپ چند شده بودیم، 5% بودیم، چی پنج بودیم، تاپ پنج آره 5 تو 5% اول پادکست های دنیا بود لام تا کلام، به خاطر این ممارستش و این متاسف کانسیستنسیش. شدن، خیلی خیلی اینو بزرگ بود واقعا، خیلی سر چیز یک سالی بزرگی بود. آمار رو داد باز اسپرات، آره خیلی خیلی گنده بود. اصلا یعنی اصلا من آدم که منتقد بزرگ زندگی میره هی میگرده یه چیزی پیدا میکنه به خاطر ذهن برنامه ریزش، اون به من گفت ببین یه چیز خیلی خیلی عظیمیه. خفنه راستیه. خب علتش چیه؟ علتش این بود که اگه قرار بود من هر اپیزود راجع به موضوع، همین چیزی که تو استمرار گفتی، راجع به یه موضوعی صحبت کنم یه رو، بعد بگم که مثال بزنم یه رو، بعد 20 دقیقه راهکار بدم که نمیشه تو لام توی پادکست، حالا به فرض اینم که میدادم میشد 1 ساعت و نیم، یه کی میتونه 1 ساعت و نیم، کسی 4 تا 1 ساعت و نیم بده؟ right؟ همه اصلا فهم کی میتونه اینو منتشرش کنه؟ بعد آدما اون چیزی که الان تو گفتی میخوام راجع به صحبت کنم، که گفت یه موقعی آدما میان میگن خب که چی مشکل گفتی پس راه حلش کو، میگم بعد بریم کمک بگیریم قرص آبیه رو بگو تو دیگه، تو پادکست یه رو نمیشه بگید، راه حلم تو بگو یه رو دیگه. راه حلش هم بگو، من این بزرگترین مشکل زندگیه، من آدم حل اهمال کنم کاریم، برم فکر زود تون کنم، سری بگو چی چاپ کار چاپ کنم. قرصه رو از این ور دنیا پرت کن تو دهنم، بگو بابا ما خودمون داریم میکشیم، خودمون اهمال کاری آره نکنیم. ایو. و چی حالا مثل میگه؟ اینکه هر هفته میدی پادکست اپیزوداش، هر هفته میاد دیگه، خیلی منظم مرتب، یه روز خاص ساعت خاص، چجوری اینو تو زندگی مثلا منیج میکنی؟ مثلا یه هفته شاید بچه مریض باشه، یه هفته بخوای بری سفر، یا چی کار میکنی که چجوری در واقع میخوام ببینم بلنس میکنی زندگی اولا شخصی تو، که من یه کلاینت ها تو، نفری درس دارم تو، پادکست تو؟ پادکست دارم یه نفری دارم تو تیم من که اون خیلی موثره، اسمش هم تکوا خانم مشگاه خانمه. حضور اون خیلی به من کمک میکنه، درک مشترک داریم، فصل مشترک داریم، این خیلی اخیرا هم یه چند ماهی یه قانون بود من تا چهارشنبه اونو میدم. حالا یه چیز خنده دار بهت بگم، من هیچ وقت به این فکر نکرده بودم، من که من مغزم اینجوری کار میکنه، یه ستاپی میذارم، یه تنظیمی میذارم، بعد هر چند وقت بار میرم این تنظیم رو بازبینی میکنم، تو فاصله تنظیم کردن مغزم، برنامه ریزی کردن برای چیزی و بازبینی، من از اون خط صاف بیرون نباید برم، این قانون تغییر زده دیسیپلین میکنه. مغز منه، یعنی انقدر این کار کردم، اینم چیز بگو مدیون آقای تونی رابینزم، مدیون اونم، یعنی به ما یاد داده که دیسیپلین یعنی انجام هر کاری به یه وقت مشخصی بدون تحت اکسیپ ارشد. آوردن. حالا یه چیزی که من همیشه اینجوری میرفتم، حالا مثلا این موقع صدا میگرفت مریض میشم جابجا میکردم که تو هم همچه فلکسیبل سمانم که قبل انجام داد همینجوری. بعد تا اینکه یه روزی مهدی پسیان عزیزم که موسیقی پادکست میزنه داشت با هم حرف میزد، گفت وای سولی تو چجوری این کار میکنی، من اصلا دوشنبه به دوشنبه عذاب میگیرم که توی تفلکی باید دوباره پادکست بدی. پادکست رو یه اپیزود جدید خیلی باحال بود اون لحظه، اینجوری کردم تو چرا این حرفا من زدی مهدی، الان من این داره سویچ میشه، چون پین داره جاش پلیجر داره جاش میده به پین. ببین تونی پین. میگه آره برای که دیسیپلین داشته باشین همیشه باید اون کار رو با یه پلژر هوب کنین، آفرین، با یه همچنین گیره لذت هوب قلاب کنین، این مهدی ناخداگاه این لذت رو بنده خدا برداشت. برداشت به جاش پین گذاشت، و من ببین باورت نمیشه یه 4 ماه درگیر بودم که این دوتا رو دوباره جابجا کنم، 4 ماه هر بار صدای مهدی آخری رو داشتن گفتم مرد خدا انصافت بده بیا با همین رو دوباره درستش کنم، من غلط کردم. گفتم من لذت میبرم این دیگه بچمه. نمیتونه. بعدش آره دوباره روش کار کردم، دوباره برش گردونم به پلژر، گفتم پلژر اینی تو اینو ضبط، اولا که یه مدتی ضبط پادکست و پشتبندش بر خودم یه جایزه میذاشتم، یعنی به مجردی که بر تو میفرستادم وایس رو میگفتم نوبت جایزه است، جایزه داری هم. چه یه چیز جایزه ای کوچولو مثلا؟ سریال خبیدم چیه؟ پلیجرا چی؟ گیلتی پلژره من، آره گیلتی سریال رو بگو. سریال با تخمه. دیدی گیلتی پلیجر خیلی سریال ترکیه، یه هون نریم تو نه مال من مسیری اونا نیست، نه دیگه مال من سریال اونا نیست، جنسی من یه ببین. سریال جدیدی که دارم تماشا میکنم نگم برات، شب و روزم یکی شده. نه آره بعد همین دیگه
بپرس دیگه، بخیلی حرف زدم. عجب، پس خلاصه رو دیسیپلین میری. دیسیپلینه و دیسیپلینه به لذت حکم، به قلابه، نه به درد. یعنی نه که ای وای من بعد این کارو بکنم. مثلا آره وای جمعه شد بعد سریع اصلا پادکست من به این دادم فکر این نمی اینستا. کنم. ببین آره که تو اینا رو پرسیدی، وای یه دریچه جدیدی تو ذهن من وا کردی، ولی من اصلا هیچ وقت نمیگم حالا که چیلام تا کلام به کجا میره. نه این هست قشنگ، یعنی عین بچه‌ام، مثل که صبح صبح پسر من پاشه بگم وای این تا کی میخواد صبحانه بخوره، مثلا تا کی باید به این غذا بدم، مثلا تا کی میخواد بزرگ شه تا آخر عمرش. بهم بگو که این کارو که میکنی، ایران تا کلام میکنی، برام بگو که اون پشت صحنه بزرگترین چالش چیه؟ آیا ضبطشه؟ آیا نه محتواشه؟ اینه که ادیتش کنیه؟ اینه که ریلیزش کنیه؟ یا اصلا کلا کاری نیست که بگی وای این بود قسمتش چقدر چالشه؟ مثلا به یکی بخوای هدزاپ بدی بگی این مسیر خوبه، کمالگرام نباش، شروع کن فلان اینو، ولی بدون خب نه دیگه، کمالگرا نباش خودش بزرگترین چالش. یا مثلا اینی که الان اینکه اینا رد شده یعنی برا سعی منو کنی کمالگرا نباشی، منظور اینه. نباشی. آره، کریتیکا میاد، اون حرفای آدم های دیگه میاد تو ذهنم. ببین یه جایی من همیشه چشامو بستم، فقط سعی کردم فقط یعنی چشام بستم کنارا رو گرفتم، فقط سعی کردم جلو رو نگاه کنم، حرکت جلو، یک قدم به جلو، یک قدم جلو، بدون اینکه فکر کنی که اون سر وای حالا صدای چی میشه؟ اطراف چیه. آره و خیلی وقتا من اولا خیلی اینجوری بودم که آی امروز اینجا همسرمون داره کانستراکشن میکنه، سر صداست، من نمیتونم ضبط کنم. بعد بخونم فکر کنم بابا زندگی پر از سر صدا، دیروز صدا داره، دیروز نداره، حالا با صدا ضبط کنم. بعد جالب وقتی ضبط کردم فهمیدم که این میکروفونه اصلا این صداها رو همه نویز کنسلیشن داره، آره آدما میگیرم اصلا صداهای اطراف میگیره. ببین چقدر باورهای محدود کننده میاد، میدونی؟ یا مثلا خیلی وقتا نشستم، چون من هیچ وقت تمام متن رو نمی نویسم، تو میدونی دیگه، چون اگه یه مدتی که می نوشتم میدم اصلا یه چیزی مثل آهن ربایی طوری حرف میزنم. من سرفصل‌ها رو می نویسم و لغت های کلیدی مثل و کتاب خوندن جهتش رو. میشه، انگار داری روزنامه میخونی منظورتونه. آفرین. آره، چی گفتم؟ آره بعد درست. بعد خلاصه من یه نمودار شما دارم، اینا رو می نویسم، خط اون خطایی که دوست دارم حتما بگم و می حتما نویسم، بگو. بعد مثالهایی که بهش مربوطه می نویسم، لغت های کلیدی که میخوام حتما استفاده بشه می نویسم بر خودم، انگلیسی و فارسیشو می نویسم، بعد اونو میذارم جلو، انگار دارم اون شما رو برای یکی تعریف میکنم، با اون میرم جلو توضیحش و با میدی. این خاره، با این خیلی چیزتر شده، خیلی راحتتر شده. بچه هم خب ببین اینم هست دیگه که حالا با تو هم که به این نتیجه رسیدیم که آقا جان تو بگو هر جا خواستی قطع کن، دوباره بگو، ولی بگو. دوباره بگو. و این بهم کمک کرده که اون چیز سانسور، ندای سانسوری کننده که با این چرا گفتی، این چه جوری حرف زدی. حالا هنوزم میشه ها، مثلا پریروز داشتم برای تو پادکست میفرستیدم، بسش گفت اینو سراب کردی، این دختر مشکان دیوانه شده. بعد کنسلش کردم، بعد رفتم دنبال وایس اضافه ای میگشتم برات بفرستم، دیدم تاش اینجوری میکنم، اه اینو خرابش کردی، حواست معلوم کجا. کار سختیه، خیلی کار سختیه. آره اون سلف کریتیکت از همه بد. ما با اینی که ما بزرگترین دشمن و بزرگترین دوست خودمون هستیم. قادمه همین همیشه میگی، آره و خیلی واقعا من همین بزرگترین هم دشمن درکش خودم. سخته، هم این که بتونی باهاش زندگی کنی بدونی چجوری مدیریتش کنی، خیلی کار آره سختیه. آره بهم بگو که ببین میخوام که هم بگو، بگو بهم نه نه بگو، من بعد آخرش میگم. میخوام که برام بگی که شیرین ترین خاطرت از الان تا کنون چیه؟ تولد یه سالگیش، آها نه قبل از تولد یه سالگیش، موقعی که 500,000 تا درآمد بود داشت، یادم زمستون بود، بعد من رفتم مقوای قرمز خریدم، از این یونولیتا گرفتم، مرد و مجبور کردم یه 500,000 تا در بیارم. برام برید گنده ها، مقوای بزرگ. بعد رفتم رو برف بیرون خوابیدم با لباس قرمز، اون 500,000 تا باشم پاشم. این که رفت تو گفت من اصلا حساب تو من، اون اول گفتم بیا اکتر، گفت من اصلا نمیتونم این چیزا رو تحمل کنم، تو برای چی خودتو پخش رو برفا کردی تو این سر سگه سرمای زمستون. بعد برف انقدر یخ بود که وقتی من با پیرن بافتنی قرمز خوابیدم تو برف، دیگه نمیتونستم بلند شم. حالا این گفتم بابا دست ما میگه گذاش رفت، گفت من اصلا اعصاب این کارای تو نه، تو الان میفتی این کارا چیه چمن میکنی؟ کجا میگیره، اینقدر برف بود اون سال انقدر.
بعد انقدر حس خوبی داشتم حالا تو اون برف که دستم می بردم بالا، گفتم ها اینا همه چی یخ می زد، انقدر سرد بود. آره دیگه تو سرمای تورنتو، تو آره زمستون تورنتو. بعد آره بعد اون حسه که شد تون بعد هزار تا دانلود، چقدر حس خوبیه اون حس، الان برام خیلی چندی؟ جذاب. That's a very good. من فقط چیز رو نگاه میکنم دیگه، این دوستمون رو نگاه میکنم. بگو کست کست باکس باکس الان 3.7 میلیون، 3.7 میلیون. میلیون ببین حالا هفته 112,000 تا سابسکرایبر فقط تو کست باکس، جای دیگه هم هست 4 میلیون که شد دوباره میپری تو برفا یا چی؟ برنامه همون چیه؟ دیگه، انشاءالله قبل از آره برف 4 4 میلیون میلیون به شد دیگه، تازه زمستونه برف انگلیس، تموم برف شد. تو آب. 5 میلیون، 5 میلیون. خیلی راستگی خیلی حس خوبیه وقتی میبینی که این همه آدم دارن. تازه تازه میدونی اپلیکیشن ها، حالا این که عدد واقعی که نیست که، خیلی دانلود نکرده گوش میدن، آره دقیقا دقیقا. ولی بازم من بر من بر من خب عدد همیشه مطرح دیگه. بابا من این هوستره که گرفتم، یادم اون موقع پادکسترهایی که ایرونی ها که آردی پادکست داشتن، از چند تاشون پرسیدم تو کلاب هاوس، میرفتم پیداشون میکنم، ازشون میپرسم خب پادکست چجوری انجام میدین، چجوری اینا. و یکیشون گفت بابا یه هوست مجانی من دارم اینجوری اینا. بعد خودم فکر کردم که اگه من این بچه رو واقعا میخوام بچه‌ام بشه و انقدر دوستش دارم، از اول باید درست براش کار کنم، از اول باید اون چیزی که لیاقتش رو واقعا میخوام در آینده ببینم. اگه به یه هوست بخوای مجانی ببینی، میذارم آره هیچ آفرین. دیتایی نمیگیرم، همه چی تو تاریکی و چیزه، یعنی بر همین که مثلا یه هوستی گرفتم که خب هزینه داره، بعد ولی عوضش ببین چقدر بهمون چیز میده، دیتا میده که چه حس خوبیه. آره آره میفهمم چی میگی. مثلا به این فکر میکنی که توی صدای پادکست مهمون بیاری، آره خیلی وقت فکر کردم که مثلا دو مهمون بیار. نفره اجرا کنی. آره، خیلی وقت داشت فکر کردم، ولی به نظرم انقدر پروژه های دیگه ای بوده این، به خصوص سال 2023 که خودم باورم نمیشه که ذهن منو هزار جا مشغول کرده دیگه. امسال سالیه که یک رو پادکست میخوام، خیلی خیلی با لامتا کنان کار زیاد داریم امسال، و یعنی همین 1403 و 2024، 2024 و تصمیم گرفتم که وقتم اضافه است دیگه، درس نمی کنم شبا، از 8 شب تا 2 صبح درس نمی کنم، اون وقتم حالا خودم بعد اونجا پر کنی نمیتونی آروم بشی. آره دیگه. ولی یه تیکش گذاشتم فیلم و سریال با کیفیت ببینم، خیلی اینقدر خوب. مزه میده و اینقدر توش سوژه های جالبی برای پادکست و یوتیوب داره در میاد بیرون، خیلی مزه میده. این تیک با کیفیت ها، با نوش کیفیت. جونه، نوش جونه. مرسی مرسی، راجبش صحبت میکنم بعد. اینجا پس مهمونم میاری برامون. آره مهمونم اصلا چطوری که بپرسیم از مخاطبینم که دوست دارن کیو بیارن، بنویسید بچه ها این زیر این، بنویسید که دوست دارید مهمون کی، راجب چی مهمون بیاریم، با کی صحبت کنیم. و خب قطعا محتوا در همون مسیر میخوای نگه داری دیگه. آره دیگه چت چوته اینا دیگه نمیخوام. آره خیلی هم آره سخت مهمون بیاری، نیم ساعت جمعش کنی، همه خیلی سوالات هم بپرسی. خیلی، چون دیدم یه سری ویدیو خوب داشتیم دیگه به عنوان مهمان های پادکست، پادکست خب آره، معمولا اینا یک باید ساعت بگیم حتی 2 ساعت میشه، دو چون که ساعت میشه. قصه آدم ها، حالا اون قصه هایی که مخصوصا با پادکست میشه مرتبط باشه خیلی زیاده، یعنی تو 9 ساعت آره جمع تازه نمیشه. همشون هم دلت میخواد که یه دفعه دیگه بیاری باشون صحبت کنی. آره آره بچه ها همیشه هم اگر که آخرش اینو اینه که دارین قول دادی یه بار میبینین، دیگه بیاری. اگه اینو میبینین یا تو مش که لام تا کلام یه عالم مصاحبه های خوب داره، یعنی مصاحبه که گفتگوهای خیلی صمیمی و خوب داره، برید اونا رو ببینین با آدمایی که شما همشون رو دوست دارین. آره آدم حسابی هم خیلی دقیقا. بهم بگو که دیگه من اون سوالایی که خیلی برام مهم بوده پرسیدم ازت، چی خودت دوست داری بگی به عنوان مامان پادکست لانتا کردم، چی دوست داری بگی؟ من چی، من دوست دارم بگم پادکست رو واقعا اون تشکیل میگم برای هر کی دوست داره و به دردش میخوره و براش میتونه مفید باشه بفرستیم، یعنی اینی که دست برسه به دست کسایی که یه جایی تو زندگیشون واقعا گیرن، و مثلا فقط با اینی که مثلا یکی از اپیزودهایی که خیلی داره به کمک میکنه
ایمپاستر سندرومه، سندروم خود ویرانگری. خود ویرانگری. بعد خیلی دیروز با یکی حرف میزدم با هم دیسکاوری کال گرفته بود، دانشجو بود، میگفت اینو دختر خالم برام فرستاد، گفت برو اینو گوش کن. و میگفت من دو بار گوش دادم، دو بار به پهنای صورتم زار میزدم، گریه میکردم. بعدم چقدر این کار خوبه. آخه خیلی هم میگه نه اگه بفرستین ناراحت میشه، فکر میکنه ما فکر میکنیم فلان، ولی واقعا ما اینطوری خیلی جاها احتیاج داریم. یعنی من خودم پادکست هایی که گوش میدم، محتوای شنیداری میبینید دیگه، همیشه میگم مثلا دارم یه سری چیز سیف شده دارم، میگم اینا رو برای موقعی که ممکنه ذهنم بره تو نشخوار، برای موقعی که ذهنم بره تو فکر نگران کننده، یه موقع هایی خیلی حالم بده میرم زیر دوش، مثلا دارم دوش میگیرم میدونم که الان برم زیر دوش این نشخوار فکری من را تیکه و پاره خواهد کرد، بعد برای اونجا محتوا دارم. و خیلی از این محتواهایی که دارم گوش میدم آره یا یه مثلا اپیزود ویدیو داری در میذارم موردش که که برین محتواتون زیر، رو آماده کنی قبل از آره اینکه آره بخوای آره هر همه کاری رو مثلا کنی. آدما فرستاد. اتفاقا پریروز یکی از کامنت های سابقم تو میشناسی به هم مسج داده بود که خیلی حال بد بود، داشتم خونه رو مرتب میکردم، خیلی کارش زیاده توی ویکندی وقت داشته، بعد سه چهار تا اپیزود پشت سر گوشتم، خدا بگم چیکارت نکنه، برگشتی میگی مخ آدما رو نخوریم، میخوای حرف بزنی تایمر بذاری دقیقا مخ آدما رو نخوریم. عاشق آره دیگه این مدلی گفتن پس همین بود که بنا گیر انداخت. اینجوری بودم این چی میگه، چه خوب میگه، مثل خودمون میگه، واقعی میگه، نکنیم دیگه. نکنین این کارو. یاد اون آره فرنچ فرنجه خودم افتادم که حرف میزه، من اینجور که بابای چراغ قرمزش یه ساعت روشنه چقدر حرف چرا هنوز میزه. حرف میزن؟ پس من از دو سه تا سوال دارم بپرسم. ببین برا تو کدوم، اول بگو کدوم اپیزود از همه بیشتر دوست داشتی، کدوم اپیزود از همه بیشتر دوست داری، کدوم اپیزود تاثیرگذارترینه برات؟ تاثیرگذارترین برام، ببین من از یه جایی که خب دیگه چون اپیزودهای پادکست رو ادیت میکنم یه خورده رابطم با پادکست عوض شد. یعنی آره، این خیلی خوبه بگی. آره چطوری یعنی عوض شد؟ ارتباطم باهاش عوض شد، چون قبلش من فقط مخاطب بودم، فقط گوش میکردم و خب اینجوری بودم که این اپیزود چی داشته اون چی نداشته. خیلی هم برام اینجوری مهم بود، یعنی نوتیفیکیشنش همیشه روشن بود و صبح سه شنبه گوش کنم. از وقتی که ادیتش میکنم که از اپیزود 85 ایناست دیگه، الان خیلی وقته، یه خورده باهم باش رابطم عوض شده، هم احساس چیزم دارم بهش که مثلا مال منم هست، حواستون باشه. اونرشیپ صاحبشی. یعنی من اون اونر چیزم، بد اخلاقم، کسی حق نداره چیزی بگه خوبه. بعد اینه که گاهی وقتا اینو میخوام بگم یادم میره که درسش برام چی بود، چون دارم ادیت میکنم و میخوام فقط خوشگل باشه، مرتب باشه، فلان باشه، موزیک موسیقی کجاش باشه، اینا ریلیز میشه و اینجوری میشم که مثلا یکی بچه ها به پیام میده موشی اپیزود پادکست، میگم اپیزود آخر خیلی خوب بود، من اینجوری اپیزود آخر چی بود، بر من چی ایده داشت. خب. آره یه خورده آره ارتباطم باهاش اتفاقا عوض شده من شده. ازت میپرسم نظرت چیه، و من بگو اینجوری چرا که آره حرفی چی بود، نمیزنی. چی بود نظرم چی بود. حالا این آخریه که 125 فرستادم گوش دادی بالاخره؟ قصه یه قصه خیلی جالب اتفاقا راجع به یه خانومیه، وسطشم آه هنوز تا وسطشم ته و نرفت. نه هنوز تا ته نرفتم، ولی برای من توی لحظه من اپیزود مورد علاقم همیشه چیز بوده، نشخوار فکری، و بر خیلی هم میفرستم چون تو زندگی خودم هم خیلی متاسفانه پررنگ بوده و حالا خب هنوزم باش، همیشه هست دارم دیگه. چیز میکنم تاکتشو هی نشخار کنم و مثلا وارد عمل نشم و چیکار کنم، هی 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 که خیلی خیلی چرا هم تکان خوب. درگرشی. آره اونو خیلی دوستش دارم. تاثیرگذارترینش برام توی این لحظه، خب چون اونایی که اخیرا گوش میدم برام تاثیرش قرار دادن بیشتره، اپیزود ترس ها که ترس ها و اون دقیقا اصلا علت این که میترسیم چیه، حالا ترس از این که مثلا ویدیو یوتیوب بدیم مثلا و علتش چیه و حالا راهکارش چیه. این اپیزود خیلی خیلی دوستش دارم و ببین حالا چیزی که نگفته الان به بودی. دوستان معرفی میکنم. آره، اپیزود ترسال دوست دارم، چه خوبه. تاثیرش یعنی تاثیر آه گذاره. گفتی به دوستان معرفی میکنیم، وقتی میخوای لامپ کلام معرفی کنی چی میگی، چجوری توصیفش میکنی؟ میگم که ببین این
اولا که شده مثلا من بگم پادکستی که گوش میدی چیه، خب بلانک تا کردم یکیشه. اینطوری هم که این خیلی مختصر مفید یه سری نکته به تو میگه که من نمیگم که قدر زندگی تو رو کنه، ولی اگه آدمی باشی که دنبال تغییری و تو شرایطی هم نیستی که بگم یه قدم خیلی گنده و زمان بر بردار، این پادکست پادکستی که میتونه کیفیت زندگی تو رو بیاره بالا. حالا اینکه چقدر بیاره بالا بستگی به خودت داره که چقدر بازی چقدر پیاده میکنه. چون مثلا من دوستم میگه که این اپیزود خیلی خوب بود ولی حالا چیکار کنم، اثر نداشت. و بهش گفتم که قلم و کاغذ رو بردی، چون آخرش تمرینش همین بود که قلم و کاغذ رو بیار فلان چیزو بنویس. خب نه آخه پشت فرمون بودم اینا، گفتم دیگه من چیکار کنم. که تو به خودت اجازه دادی. اینه که آره این که چقدر کیفیت تو بیاره بالا، کیفیت زندگی تو بستگی به خودت داره. ولی چیزیه که من قطعا میگم که خوبه که گوشش کنی، خیلی خوبه. یه چیزایی بهت میگه که بهش فکر نمیکردی، ولی اینجوری که این با اینکه انگار خیلی کوچولو و نکتهش، ولی چقدر دیدمش، چقدر تو زندگیم بوده و چقدر مثلا با همین یه تکنیک میتونم یه خورده به چرخونمش چند درجه. و چرا که نه، اینه که آره اینجوری در واقع معرفیش میکنم. دمت گرم. ببین الان اینو گفتی، اون جمله اول پادکست که هست که روز اول تا حالا میگم، یا من دارم راجع به مطالب سوال میکنم که تو متوجه شدم زندگی آدما روزم بهشون اهمیت نمیدن ولی عجیب رو کیفیت زندگیشون تاثیر میذاره. و این اولین جمله که من روز اولین کلاینت کوچینگ داشتم دیدم، همین جمله رو نوشتم، بعد دقیقا این جمله رو نوشتم که یه سری چیزا هست خیلی کوچیکن ولی چه تاثیر بزرگی تاثیر میذارن و اصلا گنده آدما نمیبینن اینا رو. یه سوال دیگه هم هست، فکر میکنی تو پادکست جای چی خالیه؟ چه موضوع بلان تا اینا که دوست داری راجع به چی دیگه صحبت به؟ توی لان تا کلام باره من بگم که راجع به دیتینگ باید صحبت شد. دیتینگ رو 100 قسمت تقسیم کنیم، یه به تیکه توی آتش ایران، کشیده بشه. الان که دارم الان که دارم تو یوتیوب ویدیو با دیتینگ یاره رو یه دوست ویدیو داشتم. با مزه میشه یوتیوب، باید نباید های آنلاین دیتینگ چقدر زیاده، فکر کنم تا ابد بشه ادامهش دادی. باید آقا دیگه نباید من هارو. اینقدر هم تجربه ندارم، بروزیدم زیر اون قسمت آقای لبنانی یه پسری آقای یه آقایی نوشته خانم شما شانسی زنده ای، من ترسیدم اینا رو این کاری که تو کردی خواستم خیلی بگم اینا رو بامزه است، بهتره اونا رو گوش کسی کنی خیلی بامزه است. آره چقدر ایده اونا رو تو بهم دادی، گفتی بابا اینا رو ویدیو کن اینا خیلی ویدیو چیزای کن. باحالی هست. ولی آره میتونم بگم میشه تو لامتر کردم راجب دیتینگ، راجب چون که من فکر میکنم تو دنیای مدرن یکم ارتباطات عوض شده، حتی راجب این که مثلا بچه مستقل بشه از کی بشه، چقدر پدر مادر مثلا همچنان بخوان دستکاری کنن یا نقش داشته باشن. آره به نظرم نگاه یه نگاه متفاوت به روابط، نگاه جدید میتونه آره فکر چیز خوبیه. برش کنه، تنها باحال برش کنه. عامل بازدارندم اینه که یه سری چیزها رو نمیشه توی ایران اصلا آره روشون کار کرد. تو کشورمون آره اپلای نمیشه، آره اصطلاحی اصلا در اصلا نمیاد. نمیشه، نه نمیشه به کار گرفت. نه چطن من خیلی وقتا که میام راجبش حرف بزنم، ببین صدای آدمایی که سعی میکنن انتقادت کنن حالا با هر قصد و نیتی، قشنگ اون صدای والد سرزنشگرت میشه، میشه critical whisperer. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه آدمای من مثلا اصلا راجبه چیزی صحبت کردم، راجبه تعارف باید نباید های زندگی، فلاکت های زندگی ما ایرانی، بعد یکی اومده میگه وای خانم صدا تو عجایب بود گرم میشه تو ایران با با با. بعد به خودم میگم تا میام به یه چیز دیگه فکر کنم، به یه موضوع مثل دیتینگ، صدای اونا میاد تو ذهنم که الان اینا میخوام ما رو سیاه و کبود کنن دیگه مراسم، ولی هی بگی بابا این مال ایران نیست، نه بعد میفهمم میان چون خیلی از هی مخاطبانم ایران هم دیگه. آره خلاصه پس یکیش دیتینگه، دیتینگ رابطه آره یاره، راست میگی، از شروع کنیم ولی طور خدا دعوا نکنیم. در رو نداریم. و خواهش کنم دوستان عزیز ما رو تیکه پاره نفرمایید. مشکان جان یک دنیا ازت متشکرم. دیگه سوال اگه مرسی، بپرسی، ممنونم، چه مرسی، مکالمه خوب ممنونم. و سموت و روونی بود، دمت گرم. خیلی 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 خوشحالم که به عنوان اولین شخصی که میشد سوال کنه، به عنوان اولین لام تا کلامی
سوال کننده دمت حضور رو هم گرم، رسوندم. ازت ممنونم، میخوام ازت تشکر کنم ممنونم که تو از تو. میای این اپیزودها رو هر هفته خیلی دیدیکیتد، خیلی با مصمم، با پشتکار و با استمرار، یعنی وظیفه خودت میدونی، بدون اینکه ازش پولی در بیاری، بدون اینکه بگم وای این هفته چه جایزه گرفتی، فقط به خاطر اینکه وظیفه انسانی میدونی که اینا رو به آدما بگی، هر هفته این کارو میکنی، براش حتی هزینه میکنی، پول ادیتور میدی، پول ریلیز میدی، و اصلا برات خیلی هم حل شده است، یعنی میگم وظیفه انسانی میدونی. و مرسی میخوام از تو که که میگی. ازت تشکر کنم که این کار میکنی، هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی که پادکستی جدیدته، و خلاصه من خیلی خوشحالم که اون آدمی که دیگه تو زندگی نیست منو با تو پادکستت آشنا کرد. و هر کی به آره یه دلیلی میاد. آره دقیقا دقیقا شاید همین بوده. دمت گرم، آره و میبوسمت خلاصه ازت تا زود. ممنونم، مرسی، خدافظ. بایدگاه.